سلام بچه ها، وقتتون به خیر باشه. با عرض خدمتون یک آزمون دیگه از شبیه سازهای آزمون قلمچی در خدمتون هستم برای آزمون جمعه 21 آبان 1400. این ویدیو رو ضبط میکنم بچه ها. معادل آزمون جمعه 21 آبان بچه ها میشه آزمون 16 آبان 1399 بچه ها، و تصور میکنم که اگر استمرار داشته باشید روی این کار، هم خب یه تأثیر مستقیم روی تراز آزمونیتون خواهد داشت و قطعا تأثیر اصلیش بچه ها میره روی در واقع یادگیری بهتر شما روی مباحث، و هرچه بهتر یاد گرفتن بحثای اصلی که ما روی اینا کار میکنیم. من برای دوستانی که امروز برای بار اول در خدمتشون هستم مجدد خودم رو معرفی بکنم. اشکان خانقاه هستم، مدرس و مؤلف ادبیات، کارشناس ارشد ادبیات محض، و از سال 81 هم هست که دارم در واقع تدریس ادبیات انجام میدم. امیدوارم این تحلیل براتون مناسب باشه. خیلی سریع توضیح کلی بدم بچه ها، قرار نیست ما دونه دونه 20 تا سوال رو واسش وقت بذاریم. من ترجیح میدم اون وقتی که در نظر گرفتیم برای این آزمون رو بیشتر خرج آرایه زبان فارسی و قرابت معنایی بکنیم. معمولا روی لغت املاها خیلی مانور نمیدیم، به جهت اینکه خب خیلی هم اذیت کن نیستن، اینها حفظی هستن. مثلا من الان نگاه میکردم روی یکی از تستا، مثلا یکی از املاها مثلا هتک بود. هتک مثلا تست سه مثلا گفت کدوم غلط املایی وجود داره، تو گزینه یک هتک مثلا غلطه تو مصرع دو. دقت میکنید؟ اینجا رو دارم بهتون میگم. ببین من خیلی نمیتونم رو این برای شماها مانور بدم، خیلی نمیتونم بیام بگم که بچه ها الان این الان چقدر مثلا میتونه مهم باشه چیز. نه، خیلی چیز واقعا پیچیده و سختی نیست. ما ترجیحمون اینه که روی در واقع تست های مهمتر وقت بذاریم. خب کارمون رو بچه ها از تست 4 آغاز میکنیم. بچه ها تست آرایه هستش، تست ترتیب قرارگیری هستش بچه ها. تست ترتیب قرارگیری به چه شکله؟ تست ترتیب قرارگیری بچه ها به این شکل هستش که ما در واقع از صورت سوال بهترین آرایه‌مون رو باید بیایم انتخاب بکنیم بچه ها. الان ببینید ما چه آرایه هایی داریم: تشبیه، مجاز، حسن تعلیل، متناقض نما. به نظر شما بچه ها برترین آرایه‌ای که میتونه اینجا برای ما کاربرد داشته باشه، برترین آرایه‌ای که میتونه اینجا در واقع دست ما رو بگیره کدوم هستش؟ قطعا این آرایه‌ای که دارم اینجا واسهتون هایلایت میکنم، باریکلا، آرایه متناقض نما. خب به من بگید ببینم بچه ها متناقض نما چندمین آرایه صورت سوالمونه؟ احسنت، چهارمیه. پس ما میایم چهارمین قسمت گزینه هامون رو مشخص میکنیم. یک میگه دال، دو میگه ب، سه میگه الف، چهارم میگه الف، درسته؟ خب ما تکراری داریم بچه ها؟ بله تکراری داریم. الف رو تکراری معرفی کرده. بخونیم ببینیم بچه ها الف متناقض نما داره؟ احتمال داره که داشته باشه. اگر هم نداشته باشه شانس آوردیم، اتفاق خیلی خوبی افتاده اگه نداشته باشه بچه. چرا؟ یه دو تا گزینه 3 و 4 از بین میره. و شرم آن که به روی تو نسبتش کردن، سمن به دست سبا خاک در دهان انداخت. آیا امر محالی ملاحظه میکنید شما اینجا بچه ها؟ آیا در واقع شما اتفاق غیر ممکنی میبینید؟ نه مسلماً. حالا که پس اتفاق غیر ممکن نداره، به چه معنیه؟ به معنی حذف گزینه 3 و 4 هستش، درسته؟ ما گزینه 3 و 4 رو حذف کردیم بچه ها. خب بریم بچه ها روی دال و ب نگاه میکنیم. ب: کشتی بر خشک میرانیم در دریای عشق، وین تن خاکی ز چش افتاده چون لنگر در آب. بچه ها دقت کنید چی گفت. یه موضوع خاصی رو داره بیان میکنه ها. کشتی بر خشک راندن، شما
کشتی رو بر خشکی این امر محال نیست به نظرتون؟ قطعا امر محاله. اینو نگه میداریم بچه ها، این رو نگه میداریم، برو دال رو یه نگاه بندازیم. بس که خوردم زهر غم چون ریزد از هم پیکرم، سبزپوش از خاک برخیزد غبار همچو سر. الان بچه ها امر محال وجود داره، من زهر غم خوردم از هم دارم میپاشم، بعدن از خاکم مثلا درختی برمیخیزد و فلان. امر محاله، حالت در واقع مرگ و بعد دوباره رویش و اینها رو داره اشاره میکنه دیگه، تناقضی نداره. پس گزینه یک هم کامل هست شد. اما من دانش آموز بچه ها الان نمیام بزنم گزینه دو و برم، میترسم الان، میام ترجیحاً چیکار میکنم؟ یه دو سه تا دونه آرایه از روی این رو میام اثبات میکنم بچه ها. میام چیکار میکنم؟ میام میگم که مثلا الف مگه نمیگه حسن تعلیل؟ حسن تعلیل الف رو بیام مشخص کنم، درسته؟ حسن تعلیل الف رو بیام بخونیم. ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردن، سمن دست سبا خاک در دهان انداخت. سمن به دست سبا خاک در دهان انداخت. نگاه کنید بچه ها، از علائمی شما میتونید کمک بگیرید. نگاه کنید، نگاه کنید، اینجا رو هایلایت کردم بچه ها، ملاحظه میکنید؟ علتی که خاک بر دهان قرار گرفته است رو در واقع امری خیالی و محال، خیالی و در واقع غیر ممکن بیان کرده. میبینید یه امر خیالی بیان کرده است، میگه چرا سمن به دست سبا خاک در دهان انداخته است، چرا مثلا خاک روی اینها ریخته است. میگه از شرم آن که به روی تو نسبتش داده اند، به خاطر اینکه مثلا اونو به تو نسبت داده اند، خاک مثلا بر سر خود ریخته است. دلیل غیر واقعی. پس این هم قابل قبول. الان دیگه تقریبا جواب گزینه دومون قطعیه بچه ها. خب فقط محض اطمینان، دال مثلا گفته تشبیه، تشبیه دالمون کو بچه ها؟ دال رو بیایم تشبیه بس که بگم زهر غم، بیه زهر غم چیه؟ الف نقطه ت یعنی چی بچه ها؟ اضافه تشبیهی، درست شد؟ زهر غم، این شد اضافه تشبیه. جواب قطعا گزینه دو. بریم تست بعدی بچه ها. تست 5 بچه ها، در بیت زیر آرایه های کدام گزینه یافت میشود؟ بچه تو این نوع تست ها دقت کنید، لطفاً لطفاً دقت داشته باشید تو این نوع تست بچه ها. تو این نوع تست مطلقاً نبینم که، ببخش من دوربینم تنظیم میکنم، امروز من شرایطش نبود از استدیو در واقع همه چیو براتون ضبط بکنم، به خاطر اینکه هر دوتا استدیوی مجموعه کلاس نت درگیر بود، ببخشید دیگه من مجبور شدم به این شکل و با این سیستم در واقع کلاس رو واسهتون ضبط بکنم، این بررسی آزمونی رو. خب تو این نوع تست چیکار باید بکنیم بچه ها؟ تو این نوع تست ما گزینه ها رو نگاه نمی کنیم. خوب دقت کنید بچه ها، اصلا کاری به گزینه ها نداریم. میاید چیکار میکنید؟ میاید دست میذارید رو گزینه ها. این واقعا مثل من بچه ها، دست بذارید رو گزینه ها انگار که گزینه ای وجود ندارد. یک بار بیت را بخوانید، خب یه دونه آرایه برای من پیدا کنید، یه آرایه‌ای که دستاویزتون باشه، یه آرایه‌ای که بتونه کمکتون بکنه. دقت می‌کنید؟ الان دست شستن ز بقا آب حیات است، تو را خط کشیدن به جهان خط نجات است. الان بچه یه واژه خیلی معروف به چشممون داره میخوره. ببینید اگرم براتون معروف نیست، از این به بعد یاد بگیرید و معروف بشه براتون. آب حیات، آب حیات، این اشاره به چی داره بچه ها؟ اشاره به همون چشمه خضر، درست شد؟ آب حیات، چشمه خضر. عرض به خدمتتون که آب حیوان، آب حیوان، چشمه خضر، اینا همون در واقع آب حیاتی هستش که به دنبالش بودند، درست شد؟ که هم تو قرآن داستانش اومده، هم تو حکایت‌های مختلف داستانش ذکر شده است و اینها، شنیدید اسمش. خب تلمیح داریم میگه، درسته؟ خب وقتش بریم تو گزینه‌ها. بچه کدوم گزینه‌ها اشاره کرده که تلمیح داریم؟ الان تو 2 تلمیح داریم، تو 4
تلمیح داریم، حواستون باشه تو این نوع تست دنبال حذف گزینه نیستیم ها. الان مطلقا من منظورم این نیستش که گزینه یک و سه حذف شده ها، حواستون باشه بچه ها. گزینه یک و سه از نظر ما حذف نشده ها، حواستون باشه. این توجه میکنید خودشون میرن، حالا باید نگاه کنید ببینید خودشون حذف خواهند شد. بچه ها الان وقت چیه؟ الان وقت اینه که بین گزینه دو چهار دعوا بندازیم. یه دعوای مشکی چجوری میتونیم بندازیم با آرایه های گردن کلفتی که توشون وجود داره؟ ما الان مثلا گزینه دو تناقض داریم، بین دو و چهار شاخص ترین آرایه‌مون تناقض دیگه، درسته؟ تناقض رو انتخاب بکنید بچه‌ها، ببینیم تناقض داریم بچه‌ها. تناقضمون چجوری دست شستن ز بقا آب حیات است تو را. چیز خاصی برخورد نکردید بهش؟ دست شستن ز بقا، داری از بقا دست میشویی ولی برایت آب حیات هست. این امر امر محال نیست به نظرتون بچه ها؟ امر محاله، درسته؟ پس تناقضمون هم در اومد، گزینه دو خیلی قوی شد بچه ها. جناسمون کو بچه ها؟ جناسمون کو؟ خیلی راحته ها، خیلی راحته جناسمون. نشونتون بدم جناس رو، نشون بدم جناس رو، یا خودتون پیدا کردید؟ دست است. ببینید در یک واج با هم اختلاف داره، این د داره، این همزه داره، ا داره، درست شد؟ این هم از جناسمون. کنایه هم که دست شستن دیگه، جواب گزینه دو. حالا چهار رو حذف کنید ببینم بچه ها، چهار رو حذف کنید ببینم چرا باید چهار حذف بشه. چهار برای چی باید حذف بشه بچه ها؟ مثلا فرض بفرمایید که حسن تعلیلش رو بررسی کنید. حسن تعلیل داریم بچه ها؟ خیر نداریم، زد چهار رو حذف کرد، درسته؟ بعد مثلا به خاطر ایهامی هم که نداره یکم حذف میشه و حسامیزی که وجود نداره سه رو حذف میکنه، جواب گزینه دو. خب تست 6 با توجه به ابیات زی تعداد ترکیب وصفی و اضافی به ترتیب در کدام گزینه درست آمده است؟ درست شد؟ تو کل این دوتا بیت ترکیب وصفی و اضافی در واقع تو این گزینه ها کدوم گزینه به درستی معرفی کرده؟ ترکیب وصفی رو که بلدید، صفت به علاوه هسته یا هسته به علاوه صفت، حالت اول که گفتم صفت های پیشین بودن بچه، مثل صفت اشاره، صفت مبهم، صفت عالی، صفت پرسشی، صفت تعجبی و اینها. صفت پسین هم که خودتون میدونید دیگه بچه ها، 99% صفت بیانی هستش. فقط حواستون باشه دیگه، صفت بیانی که بهتون میگم منظور چیه؟ میتونه صفت فاعلی باشه، صفت مفعولی باشه، صفت نسبی باشه، اینا همه زیر مجموعه صفت بیانی هستن. ترکیب وصفی با چه فرمولی ساخته میشه؟ اینهاش بچه ها، این فرمول، فرمول ترکیب وصفی هستش، هسته، صفت و یا. پس این یه حالت شد، و یا صفت هسته، درست شد؟ که این صفت آبیه، صفت پیشین، و این سبزم که نوشتم پسین مد نظرم هستش. در مورد ترکیب اضافی هم که میدونید دیگه فقط یک راه ساخت داره دیگه، اسم اسم، فقط یک راه ساخت داره، اسم اسم. حالا این اسم دوم یا به شکل اسم میاد یا به شکل ضمیر متصل. میتونم بگم کتاب علی، میتونم بگم کتابم، درسته؟ حالا به این دو حالت میتونه ترکیب اضافی بیاد. برات از دلم هوای وطن را خیال دور، فکر قریب کرد قریب جهان مرا. خب بیایم از همین اول بچه ها هر چی که میبینیم علامت بزنیم. برات از دلم، بچه ها من زیر مضاف الیه خط میکشم دور صفت دایره، نکن دلم، این شد یه ترکیب اضافی، درست؟ از ا نمیگذریم، نقش نمای ا برای ما خیلی اهمیت داره. هوای وطن، ترکیب وصفی یا اضافی هوای وطن بچه ها، هوای وطن اسم دیگه، ترکیب اضافی. خیال دور، خیال دور. شک کردی که الان این چیه؟ دقت کنی، یه راهی هستش که من به دانش آموزا هم گفتم شما هم استفاده بکنید. این هسته بچه ها، اگه شک کردید که بعدش مضاف الیه آمده است
یا صفت آمده است، اون ا رو بردارید این وسط، این ا رو بردارید، جاش چی بذارید؟ یه نکره. جاش یه نکره بذارید. اگر یه نکره معنی داد قطعا ترکیب ترکیب وصلیه. الان خیال دور میتونی بگی خیالی دور یا نه؟ خیالی دور و دراز معنی میده، پس ترکیب ترکیب وصلیه. بچه من میکنمش تو دایره، درست شد؟ فکر قریب، قریب با غین دیگه، به چه معنیه؟ به چه معنیه بچه ها؟ عجیب، قریب، درسته؟ دور از ذهن. فکر قریب، یه نکره بذار وسطش، فکری قریب معنی میده، پس ترکیب ترکیب وصفی هستش، درسته؟ خب فکر قریب کرد قریب جهان مرا، درسته؟ خب جهان من، البته یه نوع خانش دیگه هم داره ها بچه ها، میتونیم اینجوری بخونیم، تو ترکیب اون تغییر ایجاد نمی کنه تو شمارشش. البته فکر قریب کرد قریب جهان مرا، که اگر اونجوری بخونیم قریب جهان اون میشه ترکیب اضافیمون، فرقی نمی کنه، باز شمارشمون همون هستش. یه وقت فکر نکنید که مثلا الان عددمون الان عوض میشه، نه نگران نباشید سر این قضیه، درست شد؟ خب ادامه بدیم بچه ها. مهر لب شد حیرت رخسار آتشناک او، مهر لب، درست، مهر لب ترکیب اضافیه، درست شد؟ حیرت رخسار ترکیب اضافیه، درست. عرض به خدمتتون که رخسار، از ا نمیگذاریم، رخسار آتشناک، یعنی نکره بذار رخساری آتشناک معنی میده، پس ترکیب ترکیب وصفی هستش. یه دونم ا داریم اینجا بچه، تکلیف این چی میشه؟ صاحب نقش نمای ا اولین اسم قبل خودشه، یا دقت داشته باشید، رخسار آتشناک او، آتشناک رو شمردی، حالا بذار کنار رخسار او رو در نظر بگیر، رخسار او میشه ترکیب اضافی، درست شد؟ خب اینم از این. چون سپند آن خال، آن خال، آن صفت اشاره است دیگه، بعدش هم که اسم اومده آن رو صفت اشاره میگیرم برای خال، خال مشکین باز هم ترکیب وصفیه، درست شد؟ خال مشکین باز هم ترکیب وصفی، ورنه صد فریاد، صد صفت شمارشی اصلیه دیگه، صد فریاد. بچه ها بشمارید چند تا خط، چند تا دایره داشتیم بچه ها؟ 1 2 3 4 5 6 تا وصفی داریم، پس گزینه 1 و 4 حذف، 6 تا اینجا داریم. چند تا خط کشیدم زیر اسم ها بچه ها؟ دلم، میمه دلم، 1 2 جهان، 3 لب، 4 رخسار، 5 او، 6 جواب گزینه 2. خیلی تست مهمی بود، اگر که یاد نگرفتی یه چند بار بچه ها ویدیو رو عقب جلو بکنید، پاز بکنید، برگردید عقب، مطمئنن همه رو یاد میگیرید، مطمئن باشید که این اتفاق واسه تون میافته. تست 7 بچه ها، تست به نسبت ساده تری نسبت تست بالایی، نقش دستوری واژه مشخص شده بیت زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده؟ عرض به خدمتتون که جان غافل را سفر در چهار دیوار تن است، جان غافل را سفر. بچه ها مهمترین نکته این تست میدونید چیه؟ ای گفتید مهمترین نکته این تست اینه، همینی که الان هایلایتش کردم واسه تون بچه ها، مهمترینش این راه هستش. من بگید ببینم این راه چه راهیه؟ جان غافل را سفر، راه چه راهیه بچه ها؟ رای مفعولیه به نظرتون؟ چه چیزی را جان غافل را سفر؟ معنی نمیده بچه ها. رای حرف اضافه است؟ خیر. و حکیم را گفتن، به حکیم گفتن، این اون رای نه. مهمترین رایی که میتونه اینجا باشه چیه بچه ها؟ رای فک اضافه، درسته؟ این را رای
فک اضافه هستش بچه ها، و بسیار بسیار تو تکلیف این تست تعیین کننده هستش. اصلا این تست تست ساختمان جمله نبود، تست رای فک اضافه بود. ببینید شما میدونید رای فک اضافه چیه؟ رای فک اضافه چیه بچه ها؟ جای مضاف و مضاف الیه رو عوض میکنه. به جای اینکه برگرده بگه مثلا مشتری زبان، چی میگه بچه ها؟ چی میگه تو نینامه؟ میگه زبان را مشتری. نگاه کن، این زبان را مشتری این نقش ا رو بازی میکنه. خب بعد جای اینا رو عوض میکنه، میشه چی؟ مشتری زبان. توجه کردی؟ این را رای فک اضافه هستش بچه ها. پس به خاطر همین میشه سفر جان غافل، سفر جان غافل، مشخص شد دیگه. سفر جان، جان باید مضاف الیه باشه. پس گزینه 2-4 حذف میشه بچه ها، قطعا یا 1 یا 3. درست شد؟ پس تو جواب دادیم دیگه. بعدی سفره. اصلا سفر میتواند مسند باشد؟ آیا سفر جواب سوال چطور، چگونه، به چه شکل، به چه حالته؟ اصلا همچیزی معنی میده به نظرتون؟ خیر، نهاده. بیا حالا دونه بیا اثبات بکنیم دیگه. در چهار دیوار تن، در چهار دیوار بعد از حرف اضافه اومده، پس متمم هستش. پای خوابالوده. او این چقدر راحت کرده بچه ها. بچه ها از همین یه دونه به جواب میتونستیم برسیم ها. ببین از اینی که الان هایلایت کرده هم میتونستیم به جواب برسیم. نگاه کنید، چون گزینه 3 گفته مضاف الیه، 2 گفته مفعول، 4 هم گفته مفعول. خیلی تابلو بود این قسمتش دیگه، درسته؟ پای خوابالوده صفت هستش، کنار دامن، اسم، اسم دامن هم که مضاف الیه دیگه، تابلوه. جواب گزینه 1. تست خوبی بود بچه. خب بریم قرابت معنایی، بریم قرابت معنایی تست 8 بچه ها. عرض به خدمتون که مفهوم ابیات همه گزینه‌ها یکسان است بجز. بچه ها تو این تستایی که میگه بجز چیکار باید بکنیم؟ راهش چیه؟ قبلا هم تو اون ویدیو قبلی هم بهتون گفتم، اگه دوست داشتید رو سایت کلاس نت میتونید ببینید اون ویدیو رو، روی همون صفحه اصلی، روی اون اسلایدرای بالای صفحه ویدیوهای هفته‌ای گذاشتم هستش بچه ها، که گفتم توی این تستای قرابت معنایی که ما صورت سوال نداریم دیگه، 4 تا گزینه جلومونه، درسته؟ 1 و 2 رو بخون وایستا، خوب دقت کن. 1 و 2 رو بخون. الان قشنگ یادم افتاد که تو ویدیو قبلی هم بهتون گفتم. چی بهتون گفتم؟ نشون به اون نشون که جلو وال تیوی ایستاده بودم داشتم اینو میگفتم، اومدم جلوی دوربین گفتم بچه ها یه رازی رو میخوام بهتون بگم. یادتونه؟ اگه ندیدید حتما ببینید ویدیوی قبلی، اواخر ویدیوی قبلی، اصلا بگم تست 20 بود، تست آخر بود اگه اشتباه نکنم، روش زدن این تست رو بهتون گفتم. 1 و 2 رو بخونید وایستید. 1 و 2 رو بخون وایستا. اگر که 1 و 2 یه حرف میزدن یعنی همسو بودند، خب طبیعیه که جواب بین 3 و 4. شما دیگه به جواب رسیدید، چون نه تنها 1 و 2 رو حذف کردید بلکه مفهوم کلی تست رو هم به دست آوردید، درسته؟ خب تا توان در کنج عزلت، بچه حواستون باشه نقاط عطفش رو علامت بزنیم. تا توان در کنج عزلت با سر آزاده زیست، کنج عزلت بگزین، خیش را عاقل چرا در دام صحبت افکند. میگه عاقل چرا بره در دام صحبت؟ بچه میدونی یک کدوم تست هاست؟ از اوناست که من به شما برمیگردم میگم من خدا شاهده گزینه 2, 3 و 4 رو نخوندم هنوزا، ولی ندید ندید من تو این تست به شما میگم که 1 جواب نیست. میدونید چرا این حرف رو میزنم؟ ندید میگم 1 جواب نیست، به خاطر اینکه بچه ها 1 حرفی برای گفتن داره. انتظار ندارید که الان مثلا گزینه 2, 3 و 4 مثلا بیاد یه مفهوم مشترک دیگه بگه 1 بشه جواب. 1 داره گوشه نشینی و عزلت رو میگه، دوری از هم نشینی، دوری از صحبت مردم، درست شد؟ 2 گل بیخاری اگر بود در این خارستان، دامنی بود که از صحبت مردم چیدن. ببین وقتی ذهنیت ایجاد میشه واسه تون بچه ها، ببین این گل بیخار میدونی چی بود؟
دامنی که از صحبت مردم چیدن، یعنی صحبت مردم رو قطع کردم، جفتش شد عزلت. بچه من میگم یک و دو همسوه. کلید رو به دست آوردم، مفهوم قرابت معناییمون عزلت گوشه نشینی، درسته؟ حالا بین سه و چهار یه نگاه بندازید راحت بفهمید چی به چیه دیگه. سه، در مشهد من خلوت اگر خلوت گور است بسیار به هست صحبت ابنا. بیا خلوت اگر حتی گور هم میخواد باشه از صحبت بهتره. اینم پس در ادامه اینا جواب باید گزینه چهار باشه. خیمه بیرون زنزه هستی تا توانی چون حباب در ته یک پیرهن با بحر صحبت داشتن. ببینی؟ میگه آقا اصلا برو بیرون وای نستا، حتی شده در ته بحر هم بشه یه هم صحبتی پیدا کنین، صحبت و هم نشینیه. ستای اول عزلت و گوشه گیری بود. دقت کردین چی شد؟ پس روش دادن این تست ها اینه که یک و دو رو بخونی وایستی، همسو غیر همسو رو مشخص کنی، بعدا ادامه بدی. خب تست 9 بچه ها، تست 9 بیت دلا خموشی چرا، چخم نجوشی چرا، برون شد از پرده راز تو پرده پوشی چرا. با همه گزینه‌ها بجز گزینه فلان تقابل معنایی دارد. یعنی بچه ها نه تنها ارتباط معنایی نداره بلکه نقطه مقابلش هم هست. دلا خموشی چرا، چرا نه نجوشی، چرا پرده پوشی، اینا همش چیه؟ مفهومش اشاره به چی داره؟ اینا نقاط عطف بیتمونه، درست؟ مفهوم قرابت معناییمون چیه بچه ها؟ بگید ببینم قبل اینکه من بنویسم، دوستان خودتون انتخاب بکنید، بگید ببینم مفهوم قرابت معناییمون چیه الان اینجا بچه ها؟ مفهوم قرابت معناییمون سخنوری، دعوت به سخن. میگه چرا خموشی؟ عدم خموشی، نکوهش خموشی، درست شد؟ نکوهش خموشی. یک، میکوشد میکشد مهر خموشی ز جگر زهر سخن، زخم این مار شود به به همین مهره مار. میدونی من چی میگم برای دانش آموز اینجا؟ اگرم نفهمیدم میگم فعلا بذار باشه، دنیا که به آخر نرسیده، قرار نیست که من همه ابیات رو بتونم بار اول بفهمم چی میگه، بذار الان خودشو لو میده. دو، چون حباب آینه ما از خموشی روشن است، درست شد؟ لب به هم بستن چراغ عافیت را روغن است، درست شد؟ خب پس با دو تقابل معنایی داره، یعنی ناخون گفته با همه گزینه‌ها تقابل معنایی داره بجز، یعنی سه تا از گزینه‌ها هم در واقع میگه صحبت کن، یکی از گزینه‌ها مثل خودش میگه خاموش باش، کم حرف بزن، فلان باشه اینا، درسته؟ درست؟ چون حباب آینه ما از خاموشی روشن است، لب به هم بستن چراغ عافیت را روغن است، درسته؟ میگه لب به هم بستن، این هم میگه لب به هم بستن خوب هستش، درست شد؟ عرض خدمتتون که سه، مرد باید که سخندان بود و نکته شناس، تا چه میگوید از آن نکته پش. آهان، سخندان و نکته شناس، خب این به نظر من شبیه دو نیست. قصه آتش دل چون به زبان آرم از آنک، شم اگر فاش شود سر دلش بیم سر است. اینم خموشه دیگه، درسته؟ میگه شم سخن نمیگه، چون سخن بگه لو رفته دیگه، درست شد؟ الان بچه ها خموشی، خموشی بین یک و سه دیگه زهر میکشد مهر خموشی ز جگر زهر سخن. آها نخواه اینگه سخن زهره، میبینی؟ سخن زهره، اینم خموشی. پس به ناچار باید جواب، ناچار که نه، در واقع با حذف به گزینه جواب رو گزینه سه انتخاب بزن. تست خیلی ساده‌ای نبود، به خصوص اینجا که یه ذره بچه میبینی این هایلایت هم دارم میکنم، یه مقدار بد صورت سوال رو پرسیده. با همه گزینه ها تقابل معنایی دارد بجز، تازه من یکم پس و پیش خوندم بهتر متوجه شدیم چی داره میگه. با همه گزینه ها تقابل معنایی دارد بجز، درست؟ خب اونجا تو صورت سوال میگفت چرا خموشی؟
با گزینه یک، دو و چهار تقابل معنایی داشت، با گزینه سه تقابل معنایی نداشت. درست؟ خب تست ده دوباره بچه ها صورت سوال نداره، یک و دو رو میخونیم وای میستیم بچه ها، یک و دو رو میخونیم ببینیم همسوه یا غیر همسوه. بخونیم بچه ها. بی نیازی بین که با این مفلسی از فر فقر، طعنه بر جام جم و دارایی دارا زدیم. خب فهمیدین چی گفت؟ ببین فر فقر، میگه فقر برای من فر و شکوه دارد، بی نیازی دارد، بر طعنه دارم میزنم بر دارایی دارا. از اوناست که من میگم یک جواب نیست، چون یک مفهوم قرابت معنی داره، داره در مورد یه موضوع مهمی صحبت میکنه. دو، با قبای کهنه و فقر و کلاه مفلسی فارغ البال. از ببین با قبای کهنه فقر اینا فارغ البالم. الان بچه ها به نظر شما یک و دو همسو یا غیر همسوه؟ بگید ببینم یک و دو همسو یا غیر همسو. آه باری کلا، یک و دو همسو، درود بر شما. سه، فنا عین بقا بود که مردند و رسیدند، گدایان ره فقر چه در بند بقایید. من ارتباط نمی بزو باشه حالا. چهار، سر آزاده ای داریم صاحب با توهی دستی. تمام شد. بیا با توهی دستی سر آزاده داریم، درست شد؟ خب طبیعتا همسو با گزینه یک و دو هستش و جواب گزینه سه. سه چی میگفت اصلا بچه ها؟ فنا عین بقا بود که مردند و رسیدند. خب فنا عین بقا بود که این در واقع فنا فی الله رو داره میگه بچه ها. گدایان دایان ره فقر چه در بنده بقایی، همون در واقع فنا رو داره میگه بچه ها. خب بریم وارد فارسی دهم بشیم. فارسی دهم بچه ها، خب طبیعتا دوباره دو ستای اولش بچه ها خیلی مرتبط به ما، مرتبط به این نوع کاری که ما داریم میکنیم نمیشه، در مورد لغت و املا و اینها هستش. فکر نکنین چیز خاصی داره ها، مثلا معنی لغت کدام بوده تماما درست نیست. مثلا بیا خور زمین مرتفع رو نکن، بیاییم الف غلطه درست نیست، میتونه یا یک یا سه جواب باشه. بعد دالو که نگاه میکنیم ملاک اصل هر چیزی دال درسته، پس جیم باید باشه. فکر سپیده ایتون این فکر نکنید مثلا چیز خاصی داره، من نمیخوام وقت بذارم واسه اینا، یعنی همین دیگه، در همین حد. الان من سوال بپرسی آقا سوال یک چرا شد گزینه یک، به خاطر اینکه میگم آقا واسه اینکه این معنیاش درست نیست. آقا چرا مثلا فرج اینجوری شد، خب واسه غلط معنی شد عزیز من، درست شد سپیده صبح معنی نمیشه طلوع فرج، درست شد. 12 همینجور، 13 که اصلا تاریخ ادبیات، درست شد. بریم 14 بچه ها آرایه. بچه ها یه سوال ازتون میپرسم قبل اینکه من برم وارد این سوال بشم، به نظر شما تست 14 از این آرایه های پرانتز روبرو، خب به نظر شما از اون آرایه هایی که گفتم گزینه ها رو نگاه نکنید، دست بذارید رو گزینه ها، یا از اونایی بود که باید بهترین آرایه رو انتخاب میکردید؟ ها به نظرتون کدوم نوع تسته؟ به نظرتون الان بریم بهترین آرایه رو اول انتخاب بکنیم از جلوی گزینه ها، یا نه باریکالا از اوناست که باید بریم بهترین آرایه رو انتخاب بکنیم؟ بیشتر شبیه اون ترتیب قرارگیری هست، ترتیب قرارگیری نیست ها، بیشتر شبیه ترتیب قرارگیری هست. یعنی نباید بیت ها رو اول شروع کنیم خونم، بهترین پرانتز رو بیایم انتخاب بکنیم. بچه نگاه کنید عزیزای من، نگاه کنید بچه ها، الان آرایه های همه ابیات در مقابل آن درست است بجز الان بهترین پرانتز ما بچه ها کدومه به نظرتون؟ خوش دست ترین، کاربردی ترین، گزینه حذف بکن ترین آرایه ما الان به نظرتون کدومه بچه ها؟ ها قطعا همتون اتفاق نظر دارید دیگه رو این قضیه، این بهترین پرانتز ماست دیگه، تضاد داره، حسن تحلیل داره. بچه من لیست برترین آرایه ها رو یه بار دیگه بگم،
من لیست برترین آرایه ها رو یه بار دیگه، اون لیست هفت گنجمون رو توی آرایه، لیست هفت گنجمون رو بخوام بنویسم، اگر که دقیقا نمیدونی منظورم چیه، ویدیو هفته قبل رو نگاه، دو هفته قبل رو نگاه کن. بهترین آرایه برای شروع تست آرایه تناقضه، بعد تضاده، بعد حسامیزیه، بعد چار و پنج تلمیح و تضمین هستند، شیش عرض به خدمتتون که اسلوب معادله، و هفت حسن تعلیم. اما نزدیک 20 آرایه داریم ما. این هفته بهترین آرایه هایی برای شروع تست هستن. آقا مثلا با چی شروع نکنیم؟ مثلا با ایهام شروع نکنیم هیچ وقت، با تناسب شروع نکنید هیچ وقت. اینا آرایه های خوشدستی الزامن نیستن، فهمیدی؟ مثلا علی رغم اسمش جناس تکنونی خیلی خوبه، ولی معمولا با جناس شروع نکنید، خیلی خوشدست نیستن بچه ها. با یکی این هفته به همین ترتیب، یعنی اگه هم تناقض داشتید تو تستاتون هم حسامیزی، اول با تناقض شروع میکنید، فهمیدید؟ خب الان تو این پرانتز هم معلومه دیگه، الان تضاد و حسن تعلی خیلی آرایه های خوش دستی هستن بچه ها، درست شد؟ خب تضاد ببین داریم، تضاد ببین داریم، حدیث زلف تو میگفت تیر شب خاجو، ببخشید من دور خوندم، مزد سه یار از چه گردد با دوست دشمن. بیا این تضاد، این تضاد، اوکی تضاد داریم. حسن تعلیل، حسن تعلیل تعریفش چیه؟ آوردن دلیل غیر واقعی برای اتفاق طبیعی و واقعی، آوردن دلیل غیر واقعی برای اتفاق طبیعی و واقعی. الان بچه اینجا حسن تعلیل داریم به نظرتون؟ اصلا کلن علت آوری وجود دارد که بخواهد حسن باشد یا نباشد؟ علت آوری کلن نداریم بچه ها. احتمال زیاد جواب همین گزینه سه هستش، اما اثبات کنید گزینه های دیگر رو. ایهام تناسب دیگه به ترتیب بالا بیاییم پایین دیگه، ایهام تناسب و اقراق گزینه در واقع یک رو میخوام بچه ها، ایهام تناسب و اقراق گزینه یک، که به وقت صبح ندارم چه شد که مرغ چمن هزار بلبل هزار ناله شبگیر بر، که بله اینا من میتونم ایهام تناسب بگیرم، یکی عدد هزار، یکی هم بلبل که با این ناله شبگیر تناسب دارد، اقراق هزار ناله گرفته دیگه، درسته؟ مرادی سه زلف تو میگفت تیر شب خاجو، برآمد از نفس او نسیم مشک ختن. چیه بچه ها تشبیهمون اینجا؟ پیدا کردید بچه ها؟ بیا ختن مثل مشک، اضافه تشبیهی. سه رو که اثبات کردیم، استاره کنایه گزینه چهار، چون جادوی بیمارش، بیا جادوی بیمار به تنهایی، مثلا استاره از مثلا چه میدونم چشم معشوق، استاره از هر چی، یک اس در غیر معنای اصلی اومده دیگه، درسته؟ کنایه ندیدم ناتوانی را کمان پیوسته بر بالین، خون خوردن، خون خوردن کنایه. جواب همون گزینه سه ای که انتخاب کردیم بچه ها. بریم تست 15. در کدام گزینه شیوه بلاغی به کار نرفته؟ شیوه بلاغی یعنی چی بچه ها؟ یعنی این، یعنی اجزای جمله پس و پیش بشه، درست شد؟ نگاه کن، مگه این اصول جمله نیست؟ مگه این نهاد، این فعل نباید باشه؟ حالا هرچی این وسط میاد بیاد دیگه، مفعول میخواد بیاد، مسند میخواد بیاد، متمم میخواد بیاد، هرچی. حالا چی میشه شیوه میشه بلاغی؟ چی میشه میشه بلاغی بچه ها؟ دقت کنید، این اتفاق میفته. ببین یهو فعل میاد اینور، فعل بیاد اینور، بهش چی میگن بچه ها؟ فعل بیاد اینور بهش میگن چی؟ تقدم فعل، یا نهاد دیرتر بیاد، تأخر نهاد. توجه کردید بچه ها؟ این میشه شیوه بلاغی. یک را منتظر، من چیزی ندیدم، کبر رها نمی کند،
خب فعل اومده ولی جمله هم تموم شده دیگه. پس پس و پیش بنگری. من فکر کنم جواب گزینه یک شده. هر چه کنی تو بر بیا. تو هر چه کنی، تأخر نهاد اینجا اومده. میبینید؟ سه، جان بدهند و در زمان زنده شوند عاشقان. بیا عاشقان زنده شوند، تأخر نهاد. میبینید؟ چهار، بنده اگر به سر رود در طلبت کجا رسد. گر نرسد عنایتی، آه بیا اگر عنایتی نرسد در حق بنده آن سری. درست شد؟ همشون تأخر داشتن بچه ها. تست بلاغی ساده ای بود بچه ها، بلاغی به نسبت ساده ای بود. یاد گرفتی شیوه بلاغی رو؟ پس و پیش که بشه میگن شیوه بلاغی. خب تست 16، در میان ابیات دید چند جمله مرکب وجود دارد. مرکب که میدونید یعنی چی بچه ها؟ یعنی در واقع یه حرف ربط اون وسط وجود داره بچه ها. یه حرف ربط وجود داره که میشه شیوه بلاغی. خب توی تست 16 بچه ها گفته در میان ابیات زیر چند جمله مرکب وجود دارد بچه ها. جمله مرکب قضیهش چیه بچه ها؟ حرف ربط وسطش اومده دیگه، حرف ربط وابسته ساز. درسته؟ همپایی ساز نه، وابسته ساز، مثل که و تا و مثلا از و فلان و اینا. شمعیم و دلی مشعل افروز و دگر هیچ، شب تا به سحر. تاش میتونست باشه ولی ربطی به اون تا حرف ربط نداره. شب تا سحر. خب ببخشید بچه ها، من احساس میکنم که یه خللی وسط این سوال 16 رخ داد. من این اسپیکرم، در واقع هدفونم که میکروفون داشتم ازش به عنوان میکروفون استفاده میکردم، باتریش تموم شد ببخشید، و واسه همون یه وسط ضبط قطع کرد. رو سوال 16 بودیم بچه ها، میگفتش که چند تا جمله مرکب داریم، دو تا در واقع چیز باید مشخص میکردیم دیگه، دو تا حرف ربط باید پیدا میکردیم که الان پیدا کردیم بچه ها، و جیم و ه شدند در واقع جملات مرکب، که این هم در واقع میشه پیرو، این هم میشه پایه. جواب گزینه دو. دو تا بچه ها در واقع ما حرف ربط وابسته ساز داشتیم. خب در کدام بیت نمودار اسم مضاف الیه مضاف الیه به کار رفته؟ یعنی چی؟ یعنی وابسته وابسته از چه نوعی؟ از نوع مضاف الیه مضاف الیه. میدونید منظورش چیه بچه ها؟ منظورش اینه یه هسته بیاد، یه مضاف الیه بیاد، یه مضاف الیه دیگه هم بیاد. که نمودار پیکانی چجوری میشه بچه ها؟ نمودار پیکانیش همیشه گفتم از آخر به اول میاد، یعنی از آخرین وابسته شما مقصد اولین اسم قبل از خودش، دوباره از جفتش میگیری به اولین اسم قبل از خودش. نگاه کن الان این مضاف الیه، اینم مضاف الیه، پس از این به اولین اسم قبل خودش، از جفتش میگیری دوباره به اولین اسم قبل از خودش. درست شد؟ خب یک، توشه جان دوتا اسم شد، از لب لعل شکروش برده اند. توشه جان از لب لعل شکروش برده اند. لب لعل خوب بوده ولی شکروش چون صفته سومین اسم رو نساخت واسه ما. گوشه دل خب یه دونه است، در خم زلف معنبر، معنبر یعنی انبرین، خوش رایه. اینم بازم میبینی این صفته، این صفته. خیلی گزینه یک میتونست گزینه خوبی باشه. میبینی خم زلف لب لعلین، اینا این نتونست باشه. دو، بازار شکر لعل شکربار تو بشکست.
بازار شکر یه گروه، لعل شکربار که اصلا ترکیب وصفیه، نمیتونی هم بخونی بازار شکر لعل، اصلا بیت خونده نمیشه. ناموس فلک خب یه دوتاست، غمزه خونخوار تو هیچ، دو حسب. سه نرگس مستت. ببین اگر این مست اسم بود میشد، ولی چون مست صفته و ته اینجا اسم، این معنی نمیده. عقل من که برده خوابم نرگس جادوی تو. جادو هیچی، جادویی منظورشه دیگه، درسته؟ اینم از این. گزینه چهار، چشم پر، چهار باید جواب باشه دیگه. چشم پر حرف تو امشب گفت در گوش دلم. اصلا فکرش نمی کردم انقدر ترکیب ساده و کوتاهی جواب ما باشه. بچه نگاه کنید، گوش دل، دل من، یعنی از میم به دل، از جفتش به گوش، این شد گوش دل من، این شد، نگاه کنید، این شد هسته، این شد مضاف الی، اینم شد مضاف الی، در واقع از این به این، از جفتش به این، درست شد. خب 18 چی میگه بچه ها؟ تست 18، آها، قرابت معنایی، خوبه. هرچه ما خواستیم گفت و همه پیغمبران بگفتن، او بگفت که از آنچه هستید یک قدم فراتر آیید. از کدام گزینه دریافت میشود؟ بچه ها هرچه ما خواستیم گفت و همه پیغمبران بگفتن، او بگفت از آن جسی یک قدم فراتر بیایید. هر چی هستی یک قدم بچه ها در واقع فراتر بیا، در مورد در واقع اینه که یه پیشرفتی بکن دیگه، یه مقدار تو نفس خودت، تو ذات خودت یه پیشرفتی داشته باش. مفهوم در واقع خودشناسی و پیشرفت، درسته؟ یک، از جای میبرد هر کس را فلک، ولی هرگز ز جای خیش فراتر نمی شود. نداره، میگه فلک باعث پیشرفت میشه ولی اون خودش سر جای خودش مونده، من ندیدم ارتباط. که حیف است از اینجا فراتر شد، حیف است، اصلا میگه اینجا فراتر نشیم، حیفه، برش کن، دو حذبه، دریغ است محروم از این در شد. سه، چو گردون گرد عالم چند گردی، چو گردون گرد عالم چند گردی، ز خودکامی فراتر شو، بیا ز خودکامی فراتر شو به مردی. این مفهوم، این نقطه عطف خوبیه، این چیز خوبی از توش در میاد بچه ها، درست شد؟ خب ز خودکامی فراتر شد، بدین صفت که تویی دل چه جای خدمت تو، فراتر آی در ره میان جای داری. نه، میگه بیا جلوتر تا بتونم مثلا بهت خدمت کنم. جواب گزینه سه. خیلی مفهوم خاص و مثلا پیچیده ای نداشت، ولی در کل تست بدی هم نبود بچه ها، تست بدی هم نبود، ولی خیلی هیچی دیگه نداشت. خب مفهوم ابیات‌تازی در همه گزینه تکرار شده است بجز، یعنی با کدام ندارد دیگه، با کدام ندارد، درست شد. مفهوم ابیات‌تازی، حسرت نبرم به خواب آن مرداب، کارام درون دشت شب خفته است، دریایم و نیست باکم از طوفان، دریا همه عمر خوابش آشفته است. بچه مفهوم قرابت معنیش چیه؟ ناکن حسرت نبرم، چرا مثلا اون شبا خفته است، دریا هستم، از طوفان باکی ندارم، درست شد. این در واقع اشاره به عزت نفس داره دیگه بچه ها، درسته؟ عزت نفس دارم، من راحت طلب نیستم، درسته؟ عزت نفس و عدم آسایش طلبی، درست شد؟ ببین اینا دیگه، چون چرا آسایش طلبی گفتم؟ میگه اصلا خواب مرده من دوست ندارم چون زیادی خفته است،
خب میگه من دریام. چرا دریام؟ چون همیشه خوابم آشفته است. درست شد؟ خب مفهوم ابیات زیر در همه ابیات تکرار شده است بجز یک. باید مثلا بخونیم داره یا نداره. به موج آویز و از ساحل به موج آویز آسایش طلبی نکن، همه دریاست ما را آشیانه. خب اینکه دارد پس حذف. دو، ای تن آسان مانده در ساحل به استخلاص ما، همتی بگمار کن در موج طوفان اندریم. میگه ای کسی که تو در واقع ساحل خلاصی پیدا کرده ای، یه کاری بکن که ما هم خلاصی پیدا بکنیم. این بذار باشه. سه، شوق چون ریگ روان منزل نمیداند که چیست، موج این دریا لب ساحل نمیدونم. میگه من موج دریا مثلا ساحل نمیدونم چیه. شوق مثل ریگ روانه، منزل نداره که هی در حرکته. چهار، دل گرداب بود ساحل ما، ما نه چون موج کناری داریم. دل گرداب بود ساحل ما. بله، پس سه و چهار هم همسود، جواب گزینه دو. و بریم سراغ آخرین تست بچه ها، تست 20. دوباره از اون همسو غیر همسو هست بچه ها. کدام گزینه با سایر گزینه ها قرابت مفهومی ندارد؟ هر که باشد هم نشین، اول یک و دو رو بخونیم ببینیم همسو هن یا غیر همسو. هر که باشد هم نشین شرک گیرد راه کج، وان که باشد همراه توحید یابد راه راست. عدم شرک و توحید و اینا داره میگه دیگه. خیزد و سر از عالم توحید برارید، خیزید و سر از عالم توحید برارید، و از پرده کثرت رخ وحدت بنمایید. یک و دو همسوه بچه، درسته؟ یک و دو همسو. سه، کثرت خلق به توحید چه نقصان دارد، چه خلل میرسه در رشته یکتاییشم. این کثرت رو بد ندونسته بچه ها. چهار، در خم چوگان کثرت بودن از ناراستی است. اگر در خم چوگان کثرت باشی، از ناراستی تو که توی که نارا در واقع در خم چوگان کثرت هستی، اوی از میدان توحید. بله، این هم با اینا همسوه و جواب گزینه سه باید باشه. عزیزای من، اگر که این در واقع حل تست ها بهتون کمک کرده، خوشحالم و میتونید در واقع یک سری آموزش های دیگر رو در پیج من دنبال بکنید. پیج من خب همون اسم و فامیلم هستش، اشکان خانقاه. این پیج اینستاگرام من هستش، میتونید در واقع من رو اینجا دنبال بکنید. آموزش هایی رو در پیجم میذارم که میتونه براتون مفید فایده باشه. امیدوارم استفاده کرده باشید از این حل تست ها. من سعی کردم تا جایی که وقت اجازه میده و اصلا ماهیت این کار بهتون اجازه میداد، جوری رفتار بکنم که هم آموزش رو داشته باشم و هم آمادگی شما رو برای این آزمون پیش رو. خسته نباشید بچه ها، امیدوارم که مفید فایده واقع شده باشه. به خدا میسپارمتون تا دو هفته دیگه، اوایل دو هفته دیگه که برای آزمون بعدی دوباره من براتون در واقع تو این زمینه ویدیو میذارم رو سایت classnet.online. خدا نگهدارتون باشه بچه‌ها.